تسلیم نشو هیچ وقت برای رسیدن به آن که از تای دل می خواهی تسلیم نشو با نام یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یک و یک شما کانکوریان عزیز رهروان علم و دانش متعلمین عزیز جلسه اشتم درسی علم حیات یا کانکور بیولوژی است موضوعات درسی را در قسمت فوتوسینتیز، همچنان اکسل عمل در خشکسالی و تبخیر یا تعرق را در جلسه قبلی فرا گرفتیم و امروز هدامه فوتوسنتیز که موضوعات از قبیل عوامل عواملی که در بخش ترکیب زیایی فوتوسنتیز نقش دارن و همچنان اهمیت ترکیب زیایی که چی نقش در طبیعت داره عمل فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی و در هدامه ارمونای نباتی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. اما از بخش عمل فوتوسینتیز یک مقدار معلومات بتیم که از روز دوشنبه تا امروز چیز در ذهن تان مرور شود یک نبات از طریق ریشه خود آب را جذب میکرد نهایتش انتقال میداد در برگ و تعقیبش کاربون دایکساید از طریق استماتات جذب میشد در برگ و انرژی نوری همچنان جذب می شد و توسط عمل فتوسنتز که در دو مرحله تعامل روشن و تعامل تاریک صورت می گرفت نهایتش حاصل ما مواد پخته شده یا گلوکوز بود حالا عوامل معصر که در ترکیب زیایی وجود دارن کدام هستند هر کدام را با مشخصاتش مورد مطالعه قرار می دهیم. عوامل مربوط به ترکیب زیایی به ترتیب عوامل مربوط به ترکیب زیایی اول نور است یکی از عامل بسیار اساسی به خاطر انجام عمل فتوسنتز یا ترکیب زیایی نور هستند عمل فتوسنتز نیاز به نور دارند. در عدم موجودیت نور عمل فتوسنتز صورت گرفته نمیتواند تا مهمترین منبع نور هم نور آفتاب است این همه می دانیم. نور اگر شدتش زیاد باشه عمل فتوسنتز را ضرر میرساند اگر شدت نور زیاد باشه بر عمل فتوسنتز ضرر میرسانه در صورتی که نور متوسط باشه عمل فوتوسینتیز را سرعت میبخشه برش نور زیاد ضرر میرسانه نور متوسط عمل فتوسنتز را سرعتش را زیاد میسازه و در صورتی که نور کم باشه عمل فتوسنتز ضعیف میشه یا کند میشه و در عدم موجودیت نور عمل فتوسنتز انجام نمیشه یاد داریم زمانی که نور آفتاب از یک منشور عبور کنه هفت رنگ که وجود دارن قنز سانب که شما همگی گیتون بلد هستین از این امواج رنگ ها رنگ سرخ و رنگ آبی در عمل فتوسنتز نقش بسزایی داره نور آفتاب بیشتر همین تیفای رنگ سرخ و رنگ آبی را جذب میکنه به خاطر انجام عمل فتوسنتز پس یکی از عوامل مربوط به انجام عمل فتوسنتز یا ترکیب نور است دومین عامل فتوسنتز کاربون دایکساید است کاربون دای که از طریق استومات های برگ جذب می شد از عناصر کربن و اکسیژنش استفاده میشه به خاطر ساختن کربوهیدرات یا گلوکوز ما زمانی که میگیم گلوکوز فرمولش برای از سی شش اچ 12 او 6 این گلوکوز به عناصر کربن و اکسیژن نیاز داره که تا ساخته شه پس عناصر کربن و اکسیژن همچنان از کاربون دای اکساید گرفته میشه تا اینکه کربوهیدرات مختلف ساخته شه از دومین عامل در بخش ترکیب زیای یا فتوسنتز کاربون دایکساید است که از عناصرش به خاطر ساختن کاربایدریتا استفاده میشه عامل سومی در بخش عمل فتوسنتز یا ترکیب زیایی آب است آب h 2 وقتی که در تعامل اول در تعامل روشن آب تجمع میشد به عناصر هیدروژن و اکسیژن عنصر هیدروژن استفاده میشد به خاطر ساختن NADPH مولکولای NADPH تا ای که ای e, NADPH و ATP در تعامل دوم کاربون دایکساید در توسط چرخی کالوین در کاربایدریت نصب کنه و کاربایدریت ساخته شده پس آب نیز یک ماده مؤثر یا یک عامل بسیار اساسی به خاطر انجام عمل فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی است چهارم عامل کلوروفیل است کلوروفیل که تا زمانی که شوهای آفتاب جذب نشه امو ذرات نور که به نام فوتون یاد میشن ذرات نور که نام فوتون یاد میشن زمانی که جذب برق شد در قسمت کلروفیل رسید کلروفیل با جذب فوتون ها فعال میشن که فعال شدنش یک فیصد انرژی را به مصرف میرسانه خود کلروفیل گفتیم در اول غیر فعال است فعال شدنش توسط فوتون ها صورت میگیره ذرات نور که فعال شدن از یک فیصد انرژی را به مصرف میرسانه کلروفیل ها خاصیت فلورسنس دارن فلورسنس یاد داریم در بخش مایکروسکوپ خان بودیم یک نوع مایکروسکوپ وجود داشت به نام فلورسنس چی خاصیت داشت فلورسنس خاصیتش این بود که طول موج را بلند می ساخت اشعه میکرد در صورتی که طول موج پایین داشتند تبدیلش میکرد به طول موج بلند و انتشار می که کلروفیل این خاصیت را از خود نشان می دارد. همچنان چهارمین عامل درجه حرارت است درجه حرارت عین شکل یک عامل بسیار عمده و اساسی به خاطر انجام عمل ترکیب زیایی یا فتوسنتز است زمانی که درجه حرارت اگر زیاد شود به خاطر عمل فتوسنتز ضرر میرسانند چون درجه حرارت نرمال به خاطر انجام عمل فتوسنتز 15 تا 30 درجه سانتیگراد است درجه حرارت نرمال به خاطر انجام عمل فتوسنتز 15 تا 30 درجه سانتیگراد است زمانی که از 30 درجه سانتیگراد کم بلندتر میشه عمل فوتوسینتیز را کند میسازه ضعیف میسازه تا میار 45 درجه زمانی که از 45 درجه سانتیگرید در رد بلند میره بلکل عمل فتوسینتیز یا ترکیب زیایی متوقف میشه پس درجه رد نرمال ترکیب زیایی 15 الى 30 درجه سانتیگرید از 30 به با بالا بره عمل ترکیب زیایی فتوسینتیز ضعیف میشه و در صورتی که از 45 به با بالا بره مکمل عمل فتوسنتز یا ترکیب زیایی متوقف میشه ولی یک تعداد نباتات وجود دارن که در, در قسمت های صحرایی زندگی میکنن در درجه حرارت او مناطق 45 تا 50 درجه سانتیگراد است و حتی بلندتر بعض نباتات در مناطق صحرایی چنان توافق پیدا کردن که در درجه حرارت 45 الی 50 درجه سانتیگراد بتوانند عمل فتوسنتز یا ترکیب زیایی را انجام بدن همچنان بعضی مناطق کوهی یا سرد داریم که درجه رد بین سفر تا درجه سانتیگراد یا هم حتی کمتر هستند میگیم بعضی از نباتات وجود دارند که در مناطق کوهی یا سرد چنان توافق پیدا کردن با که در درجه حرارت سفر الی 10 درجه سانتیگراد، هم عمل فتوسنتز را انجام داده بتوانند. فراموش ما نشه درجه حرارت نرمال به خاطر عمل فتوسنتز 15 الی 30 درجه سانتیگراد است موضوع بعدی اهمیت ترکیب زیایی است. ترکیب زیایی چی اهمیت داره؟ ما گفتیم که توسط عمل ترکیب زیایی یک نبات غذای خود می نباتاتی که تولید کنندگان هستند. زمانی که اکوسیستم را عوامل بیولوژیکیش مورد مطالعه قرار دادیم گفتیم که سه بخش است. سه عامل بیولوژیکی است که تولید کننده، مصرف کننده و تجزیه کننده بود. تولید کننده اش همین نباتات هستند. نباتات با انجام عمل فتوسنتز غذای خود را میسازند غذا را تولید میکنند پس نبات عمل فتوسنتز را انجام میده اگر عمل فتوسنتز را انجام نده غذا ساخته نمیشه خصوصا برای او مصرف کنندای اولی که غذایشان مستقیما از نباتات حاصل میشه پس یک سکل منظم را تعیین میکنند باعث میشه که غذا را برای دیگر موجودات آماده بسازند انرژی را آماده بسازند یک نقششان نقش دوم گفتیم که نباتات در زمان عمل فوتوسنتیز کاربون دایکساید دا طبیعت جذب میکنن. پس یک نقش دیگه باعث میشه که از آلودگی هوا جلوگیری کنه کاربون دایکساید دا که در اثر سوختن فسیل‌ها آزاد میشه در هوا باعث آلودگی هوا میشه این نباتات سبز باعث میشن که کاربون دایکساید دا را جذب کنند و باعث شوند که عمل فتوسنتز انجام شه کاربون دایکساید دا از طبیعت کم شه و از آلودگی هوا جلوگیری نقش بعدی اهمیت ترکیبی زیایی موضوع بعدیش این است که خود گاز کاربون دایکساید باعث جذب حرارت آفتاب میشه در زمین اگر عمل فتوسینتیز صورت نگیره کاربون دایکساید در اتموسفیر زیاد میشه کاربون دایکسایدی که زیاد شد باعث میشه که بیشتر درجه حرارت آفتاب در زمین جذب شود و زمین گرم شود که او حالت باز شرایط نیست که موجود زنده در او شرایط بتانه زندگی کنه که او مسئله را باز به گرم شدن جهانی یا گلوبال وارمینگ یاد میکنند پس اهمیت ترکیب زیادی است که کاربون دای اکساید که جذب میکنه باعث میشه زمین در درجه حرارت نرمال حفظ و بهش از حد گرم نشه این از موضوعاتی که در قسمت فتوسنتیز یا ترکیب زیایی باقی مانده بود و تکمیل شد یک عملی بسیار مهم و اساسی که نباتات توسط از او غذای خود را میساختند موضوعی بعدی هورمون های نباتی هستند نباتات به خاطر انجام رشد خود به خاطر ساختن بعض اعضای خود به خاطر انکشافشان به خاطر تولید میوه گل یک تعداد هورمون های در بدنشان وجود دارند و اینا را تولید میکنند تا که این عمل را انجام بدند. در کل در اول هورمون از کلمه یونانی گرفته شده که به معنی تنبیه یا تحریک نمودن است هورمون کلمه یونانی که خودش یک سوال کانکور داره به معنی تنبیه یا تحریک نمودن است این رقم تعریف میکنیم میگیم هورمون های نباتی همون مواد شیمیایی که به مقدار ناچیز در یک قسمت از نباتات تولید میشن میتونه در اجرات مجاورشان تأثیر فیزیولوژیک داشته باشه یا انتقال کنن انسا، از طریق انساج انتقالی زایلم و فوریم خود خدا برسانن در دیگر قسمت نباد و تأثیر فیزیولوژیک داشته باشه. چون هورمون ها در بدن نبات در کل باعث رشد میشن رشد را تنظیم میکنن یک تعدادش رشد را تحریک میکنه نبات را تحریک میکنه که رشد کنه یک تعداد دیگهش باعث میشه که نبات رشد نکنه به خاطر نبات شناسا هورمون های نباتی را به نام تنظیم کنندگان رشد یاد کردن که این تنظیم کنندگان رشد به دو دسته تقسیم میشن یکی از انواع از این محرک رشد است اونایی که رشد را تحریک میکنند نبات را تحریک میکنن تا رشد کنند میگن محرک رشد که محرک رشد هورمون شامل آکسین هورمون گبرلین و همچنان هورمون سایتو کینین است سه هورمون که شامل هورمون های محرک رشد هستند و دومین نوع هورمون که وجود داره عبارت از هورمون های مانع رشد هستند که جلو رشد را میگیرن نبات را پژمرده میسازن گلایشه برگ و میوهش به زمین میرزنه نبات را به خواب زمستانی میبرن تا که یک نبات با دورمنسی یا خواب زمستانی بره و دیگه رشد نکنه مانع رشد است که اینا شامل اتلین و همچنان هورمون اپسیزیک اسید هستند دو هورمون که مانع رشد است هورمون های رشد شامل آکسین گیبرلین سایتوکینین و هورمون های مانع رشد شامل اتلین و اپسیزیک اسید که سوال کانکور داره اینجا فراموش ما نشد دو که با الف شروع میشه از جمله مانع رشد است اتلین و اپسیزیک اسید سه هورمون باقی مانده از جمله هورمون های رشد هستند که هر کدام را یک به یک مورد مطالعه قرار می در اول هورمون آکسین که از جمله هورمون های رشد است چی نقش در نبات دارد هورمون آکسین باعث تویل شدن اوجرات میشه اوجرات نباتی را تحریک میکنه که طولش زیاد شود باعث افزایش طول در اوجرات نباتی میشن یک نقش یک نبات زمانی که در معرض روشنی قرار می در معرض نور قرار می گیرن. مقدار آکسین را تولید می هورمون هرمون آکسین تولید شده خود هورمون هرمون آکسین از نور فرار می کنن. از نور فرار میکنه به اساس شما در این تصویر می بینید این قسمت آکسین که وجود داره با در قسمت سایه وجود دارند در قسمت سایه. قسمت که نور وجود داره در این قسمت قرار نمی و می خاطر باعث میشن که اوجراتی که در این قسمت سایه وجود دارن طویل ترق شوند ببینید قسمت سایه و این قسمت روشن که نور آفتاب بالا تابیده در این قسمت اوجرات طولشان کم است اما اجرات که در سمت سایه است طولشان زیادتر است این باعث از این میشه که نبات کت شوه ان اتاف پذیری در خود پیدا کنه و عمل فوتوتروپیزم را انجام بده یک نبات خود به سمت نور بکشانه تحویل شدن اجرات سمت سایه باعث میشه که یک نبات عمل فوتوتروپیزم یا تمایل نبات به سمت نور به وجه احسنش انجام بده پس میگیم که هورمون آکسین برای عمل فوتوتروپیزم بر نبات کمک میکنه در قسمت های سمت سایه هورمون آکسین بیشتر است نسبت به قسمت های روشن خود هورمون آکسین از روشنی فرار میکنه و حجرات قسمت سایه طویل هستند پس میگیم که قسمت هایی که رشد بیشتر هستند در اون قسمت مقدار آکسین زیاد هستند در کنترل ریزش برگ و میوه رول مهم داره که این یک سوال کنکوری داره ای کدام ارمون در کنترل ریزش برگ و میوه نقش داره ارمون آکسین و همچنان آکسین در کنترل ریزش برگ و میوه رول مهم داره مهمش یک سوال کانکور است که در چهار گزینه یک رول مهم آمده زمانی که در فصل تابستان و بهار وجود داره ارمون آکسین در نبات زیاد است باعث میشه که نبات برگ و به زمین نریزه یعنی نبات را اجازه نمیده که برگ و میوهش به زمین بریزه ولی زمان که فصل خزان میشه هورمون آکسین در نبات کم میشه تا ای که از نبات برگ و میوهش ریزش پیدا کنه و به زمین بریزن پس در کنترل ریزش برگ و میوه مهم دارن با امو پندک های جانبی که در جوانب نبات وجود داشت باعث میشه که اینا رو تحریک کنه و شاخه های جدید را ایجاد کنه و همچنان باعث ریشه دار کردن میشه دومین هورمون معرک رشد هورمون گبرلین است که اولین سوال کنکور گبرلین یا جبرلین یا است که توسط کدام دانشمند کشف شد توسط محققین ژاپنی زمانی که یک نوع بیماری را در نبات برنج یک نوع بیماری فنگسی که در نبات برنج میخواستن رو, رو رویش تحقیق کنند توسط محقق ژاپنی به طور ناخواسته هورمون کشف شد کار را که انجام میتن نقشه که داره باعث تویل شدن اوجرات ساقه و یاد داشتیم که ساقه چگونه تعویل میشه شد توسط فندوکای نمویی که در نوک ساقه وجود داشت همچنان افزایش سرحت تکسر میلیستیم ها میلیستیم هم همون جرات خاص هستند که باعث عمل نمو در بدن نباتات میشن که موضوع در جلسه رشد نمو نباتات بیشتر مطالعه میکنیم میلیستیم ها و همچنان چون گیبرلین از جمله هرمون محرک رشد است باعث گل دادن بعض نباتات میشه نبات را میکنند تا گل ها را تولید کنند و عین شکل به خاطر درشت کردن یا کلان کردن دانه های انگور از ارمون گبرلین همچنان استفاده میشه موضوع بعدی که از گبرلین استفاده میشه پارتینوکارپی است پارتینوکارپی شرایط یا عملی است که باعث میشه نبات بدون عمل القا میوه را تولید میکنه زمانی که یک نبات بدون عمل القا گلایشان میوه تولید میکنه او میگن پارتینوکارپی که این نباتات میوه بدون دانه است هسته ندارن مواد را مثل خسیب، خربوزه، ناک، کینو، کیله و میوجات دیگه که وجود دارن را بدون دانه تولید میکنن پارتین و کارپی در صورت که هرمون گبرلین از خارج بالای نبات باش نبات پر برگ و بار میشه یکی از نقش دیگه که گبرلین در نباتات دارد جلوگیری از پیری و خرابی حجرات است نمیمانه که نبات پژمرده شود و خراب شود و از پیریش جلوگیری میکنه و همچنان در مقابل آلودگی ها یا امراض ویروسی و همچنان سردی هوا مقاومت نبات را بلند میکنه سیومین هورمون محرک رشد در بدن نباتات سایتوکینین هستند که سایتوکینین ها در نوک ریشه ها تولید میشن و از طریق انساج زایلم انتقال میکنن در نوک ساقه و باعث تویل شدن اوجرات میشن باعث رشد تولی نبات میشه یک تعداد های خاصی که مربوط به رشد نموی نباتات میشه اونا را فعال میسازن مثل اکسین و گبرلین. و عمل تقسیم اجروی را زیاد میسازد باعث تنظیم تقسیمات اجروی در تمام قسمت های نبات میشه میگه من قدر که سایتوکینین هورمونش زیاد باشه اما قدر عمل تقسیم مجرایی که میتوزیس است زیاد صورت میگیره هر قدر تقسیم مجرایی میتوزیس زیاد باشه وجرات زیاد تشکیل میشن وجرات زیاد باعث رشد نبات میشه و نقش دیگه که دارن سایتوکینین در نباتات به خاطر شادابی شاخه ها گل و نگهداری میوجات سبزیجات و حتی نبا... و نبات، سبزیجات را که در ذخیره خانه ها استفاده میکنن زمانی که از یک شر به شهر دیگه در کانتینرها انتقالش میدن در بالای نبات عمو میوجات و سبزیجات سایتوکینین پاش میدن تا اینکه خراب نشن شما در تصویر میبینید ظرفی وجود داره سایتوکینین نداره و نباتش خشک شده و در ظرف سمت راست هورمون سایتوکینین وجود داره که باعث شده نبات شاداب نگه داشته شده و خراب نشه هورمون هایی که مانع رشد هستند شامل هورمون اپسیزی کسید و اتلین که یکیش اپسیزی کسید است نقش بسیار اساسی که هورمون اپسیزی کسید داره در ایست که نبات را به خواب زمستانی میبره و دورمنسی میبره نقش مهم در خواب زمستانی یا دورمنسی است که یعنی نبات را باعث ریزش برگ و میوهش میشه نباتات را میوه و برگشان را پخته میسازه و بالاخره باعث ریزشش میشه که نبات برگ و میوهشان بریزن آیسه است فصل خزان مقدار های افسیزی کسی در بدن نبات زیادتر تولید میشه و کار دیگه که ما قبلا مطالعه کرده بودیم جلوگیری از زیای هاب در زمان خشکسالی است گفتیم که نبات را دانه هایش و خواب زمستانی میبره در کل برگ و میوهش همچنان باعث میشه که امو استوماتاهایی هایی که وجود داشتن توسط دا اجرات محافظ کنترل می شدن یا اجرات محافظ تحریک می کرد تا استوماتا بسته شود نبات آب خود از دست نتن و آخرین ارمونه که وجود داره عبارت از هورمون اتلین است هورمون اتلین اما هورمونی که به شکل گاز وجود داره که یه خودش یک سوال کانکور است کدام هورمون به شکل گاز در بدن نبات وجود داره هورمون اتلین یک مرکب ساده کربن و آیدروجن است باعث میشه که نبات را رشد نکنه جلو رشد ریشه و ساقه نبات را بگیره باعث میشه که نباتات برگایشان به پیری و ریزش سرعت ببخشه و باعث میشه که اینی ببینید در این قسمت تصویری که وجود داره برگ ها رنگ سبز دارن ما گفتیم کلروپلاس در خود پیگمنت سبز رنگ داره در دا اینجا برگ نبات کلروپلاس داره زمانی که تبدیل میشه به رنگ زرد با اینجا دیگه کلروپلاس ندارن ترکیبشان کرومو پلاس همو پیگمنت های مواد رنگه که زانتوفیل است این مواد رنگه را در خود می داشته باشند باعث سرعت بخشیدن و پیری و ریزش برگا در فصل خزان میشه در فصل خزان هورمون آکسین کم میشه زیاد میشه که تا برگ و میوه از نبات بریزن گل ها را پژمرده می در هدامت پندکایی که در جوانه به ساقه وجود داشت را به تاخیر میندازه رشد نمویشان تا که رشد نکنند میوجات را پخته میکنند تا برسند همچنان کلوروفیل را نبات تجزیه میکنند تا بیشتر عمل فوتوسنتیز را انجام نتند عمل فتوسنتز را کاهش میتن و باعث میشن که ارتباط بین میوه و درخت کم شود یعنی سبب کم شدن ارتباط بین میوه و درخت میشن یه از موضوعات درسی بود که امروز در بخش هورمون های نباتی فرا گرفتیم با هورمون های نباتی آشنا شدیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانیر رشد کدام ها بودند و چه نقش در بدن نباتات داشتند اما از بخش انگیزه یا انرژی مثبت سمیر جان سوال فرستادن گفتن که چرا وقتی که ما درس می در شروع درس انگیزه یا انرژی مثبت ما زیاد است انگیزه ای موضوع کنکوری ما زیاد از زیاد تلاش میکنیم زیاد درس میخوانیم ولی رفته رفته هرقدر که پیش میریم انگیزه درسی ما و انرژی مثبت ما کم شده میره خب سمیر عزیز و هم که طبعا این سوال به شما پیش میاد ببینین ما این سوال رو در اول به شما این قسم جواب میتم آیا استهمام یا شستشو در همام متضمن پاکی دایمیست؟ البته که نخیر زمانی که در محیط باز نگردیم یک محیط آلوده باز هم نیاز به استعمام یا شستشو در امام پیدا کنیم. عین شکل زمانی که ما فعالیت میکنیم در راه رسیدن به هدف خود تلاش میکنیم انگیزه هایی که در اول داریم در بدا فعالیت ما شما انج... انرژی مثبتی که داریم کاسته میشه کم شده میره یادتان باشه اهداف انگ... بلند انگیزه های بلند را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که ما به شما انگیزه ها را جملات انگیزشی را انرژی مثبت را هم روزه به شما توصیه میکنیم هر روز صبح که از خواب بیدار میشین با یک جمله انگیزشی و یک انرژی مثبت آغاز کنین دوستان تا هیچ وقت این انگیزه روزانه کم نشه کاسته نشه یاد ما باشه اهداف بلند انگیزه های بلند ایجاد میکنن پس همیشه اول اهداف خود بلند اختیار کنیم و به خاطر رسیدن به اهداف خود دلایل بسیار مستحکم را ایجاد کنیم. این شکل حالا من از شما یک سوال دیگه دارم سوالی است که مؤثر ترین موفق ترین اثر ترین شخص در زندگی تو به خاطر رسیدن به هدفت کیست حدس بزن و پیدا کن مؤثر ترین موفق ترین و مهمترین شخص در زندگیت به خاطر رسیدن به هدفت که تو کمک میکنه کی است این شخص هیچ کس نیست جز خودت دنبال کسی دیگه نباش. هیچ کسی اثرگذارترین شخص نسبت به خودت نیست که تو را به رسیدن به هدفت کمک کنه. یادت باشه تا زمانی که خودت تلاش نکنی به خاطر رسیدن به هدفت هیچ کسی دیگه تو را کمک کرده نمیدونه. پس اثرگذارترین شخص تو هستی تویی که تا چند لحظه قبل دنبال کسی دیگه بودی. تویی که دنبال کسی دیگه بودی به دلیل بود که تو هنوز به توانایی‌های خود ایمان نداری. والای خود به نفس خود اعتماد نداری اعتماد به نفس پیدا کو به توانایی های خود باور داشته باش که به با توانایی های خود باور داشتن ایمان داشتن نیمه از کامیابی است تو وقتی که به خود اعتماد داشتی به توانایی خود ایمان داشتی باور داشتی و وقت نیمه از کامیابی را نیمه از مسیر را عبور کردی بیانگر از این مسئله طلوع آفتاب است یک دلیل بسیار مستحکم طلوع آفتاب بر صبح برای ما بیانگر این مسئله است که ما میتونیم ما میتونیم که دوباره از احماق تاریکی ها دوباره طلوع کنیم میتونیم که هر روز از نور خیش از نور خیشتن در زندگی خود توسط نور خیشتن بدرخشیم پس به این اساس اهداف بلند را در زندگی خود انتخاب میکنیم تا انگیزه های بلند داشته باشیم اعتماد به با نفس پیدا میکنیم به توانایی های خود باور می داشته باشیم که نیمی از کامیابی است و اعتماد به نفس وقت حاصل میکنیم که از کارهایی که می ترسیم و حراس داریم انجامشان بدیم انجام کارهایی که از آنها حراس داریم ای از بخش انرژی مثبت و موضوعات و جملات انگلیسی که سوال کرده بودین و همچنان بخش را که خواستیم کار کنیم در ایام رمضان قرار داریم و التماس دعا داریم در حق یک و یک شما کنکوریان عزیز در حق دوستای کنکوریتان دعا کنین خداوند حافظ و نگه دارد.